مادر دریل ایران، خوش اومدید به رادیو اکتیو زون. سلام، چطوری؟ خوبی؟ قربونت، تو خوبی؟ مرسی، ممنون. بچه ها فکر کنم خیلی هاتون بدونی حدود 5-6 روز پیش بود که زیرو تونی وان جی یه موزیک ویدیو منتشر کرد به نام چیوکو که تا الان هم که دارم نگاه میکنم تقریبا 65,000 تا ویو گرفته و خیلی برای نسل جدید که چه عرض کنم، برای نسل کلا تو رپ فارسی این عدد خیلی عدد بالاییه. دمت گرم. میخوای راجع به پروژه کم توضیح بده؟ مرسی. اولا پروژه راستش یه مدت خیلی پشتم حرف زدن، بعد اینکه اینستامم زدن ترکوندن کلا، بعد چهار بار فکر کنم زدن، سه بار، آره سه چهار تا پیج داشتم که کلا پرید. بعد دیگه تصمیم گرفتم خودم رو آماده کنم با توپ پر که بیام و بگم. پس حالا من گوش نداده بودم، منتظر بودم که بیای با هم گوش بدیم و اینکه، ولی کامنت هایی که خوندم مردم گفته بودن قشنگ توپش پر بوده. حالا ما سعی میکنیم که تیکا رو بگیریم که به کیا انداختیم. ولی قبل از اینکه بریم سر این موزیک ویدیو، خیلی دوستم نظرت راجع به ترک CR7 از آلبوم پوتک بشنوم و کلا آلبوم پوتک. نظرم کلا اینه که خب اول از اینکه فیت همکاری خیلی خوبی بود، من خیلی کلا دوست داشتم این همکاریو و پوتک اصلا کلا دعاشمه دیگه. بعد اینکه دوست داشتم کارشو، کلا خیلی ایده به خرج داده بود و خیلی ایده های خفن، خلاقیتش خیلی زیاده، ویدیوهاش بود، خلاقیت خیلی داشت و من حال کردم. میگه منم کلا ترک هایی که میدم همیشه با میوزیک ویدیو کلا ویدیوش هم دوست داشتم. تنها ترکی هم بود بجز حالا ترکی با خشی که مهمان بودی و موزیک ویدیو بود فکر کنم، آره. بقیه فیچرینگ ها چه با خلصه چه با پیشرو، اونا همش فقط آدیو ترک بود. و جالبش اینه که ترک CR7 که از تکنیکی ترین ترک های آلبوم هم بود، یعنی هم سری میخوند هم میمد قافیه بازی میکرد و تو توی اون ترک بودی، ولی من خودم به شخصه دوست داشتم که بیشتر توش باشی. بیشتر آره، من تو ریاکشنم دیدم. آره ولی فکر کنم داخل اون طوری که کارگردانی کرده بودن اینطوری نه. ولی در آینده چیز هست مثلا برنامه‌ای که حالا چه با پوتک چه کلا فیچرینگی؟ آره حتما، هوپفولی 100%. بریم سخت پروژه، بعد دوباره چند تا سوال دارم ازت بپرسم. چیوکو، آقا اسم چیوکو اصلا چیه داستانش؟ چیوکو اول از این که اسم یه دختر ژاپنیه، معنیش یعنی دختر جاودانه، یعنی کارتونی چیزی میلیون بوده ژاپنی یا نه کلا اسم؟ نه، اسم یه دختر ژاپنیه که جنگجو بوده، بعد معنیش هم یعنی 1,000,000 نسل، دختر جاودانه، زن ابدی، مادر دریل. بریم ببینم لقب جدید زیرو تون و جی. دختر دیدی مثل من چند تا، باز همین تو کتت نمیره، کسچر گفتی پشت من چند جا که پرم به پرت بگیره. با توپ پر شروع کردی یا پشت سرت یکی یه چیزی؟ آره. یه ادن یا بیشتر یک نفره تیکا؟ یه اده که میتونن باشن. میتونه باشه، سوال تو جواب نمیدم. حالا بریم جلوتر شب فهمیدیم داستان چی. دختر دیدی مثل من چند تا، باز همین تو کتت نمیره، کسچر گفتی پشت من چند جا که پرم به پرت بگیره. نمالهی بدتر میشه، من مثل یه موجه تو چشتم. پشمامون یارو دلغه کوچی بود، چقدر کریپی بود اون پشت وایساده بود. آره منم خودم شوکه شدم چیه اونجا، دیدم ویدیو رو. آره باحال. نمالهی بدتر میشه، من مثل یه موجه تو چشتم، رو کاپوت خپونید میکنم، رو سرت میکشم، رو کشتم نمیکنم سفره شکمو، ولی خط رود میندازم کسه میگم، از سرت کلاهتو در نیار، بزل نگران خوشگلیتم، 5 دقیقه بگی تا میای. این که میگه از سرت کلاهتو در نیار، اما فکر کنم ماسکای دریلا میگی یا کلا کلا رو میشه میگی قیافتو چیز کن.
آره میتونه باشه اینا. من حس میکنم حالا بعدش میخواستم بپرسم، حس میکنم زیرو تو اون کیده، ولی حالا میتونه باشه به قول خودش. ببین چه خبر. شاید شاید از سرت کلاه تو در نیا بزل، نگران خوشگلیتم. پنج دقیقه بگی تا میام، من ننت نیستم تو رو نمیذارم. میگم که منبت کنی توی محل خودت بازی قبل از گو خوری، طرف تو بشناسی په از دور چرا هی کوری گنگ آنلاین ستا استوری. بیا نزدیک اگه دل خوری، فقط کافیه به ما بسپوری. یک دو سه میپیچم نسخه تو اوبی، محمدم نبینم دوم در رو بردی. رسیدی به همین جام کلم و کپی، ظاهر امنم محتوا توهی. نیستی تو کیفیتم چاقی تو میکنم. ظاهر امنم محتوا توهی، که خودش این دو تا معنی میتونه داشته باشه، یعنی محتوای آهنگای حسین توهی و خود توهی، یعنی هیچی خالیه. ظاهر باحال بود، خیلی لفظ باحال. یه لفظ دیگه هم باحال اونجا گفتی، موج تو چشم. یکی از من خودم که آره، من یکی از بدترین احساسایی همیشه وقتی دارم که وقتی موج میره تو چشم، اصلا کل اون روز رو مخ آدم منم عصب میزنم اصلا. آره خیلی افتضاح. موج میره تو چشم بعد یارو تو مثل موج تو چشت باشه، خیلی رو اعصابته، یعنی همون رو نرو را رفتن است دیگه. آره میگیرم روش اصلا. آره خدا نکنه زیرو تنوجی موج بشه بره تو چشت. کنی هی بیا لب منو، اگه رفتی با کار با این چغالا که جس میزنن نرو، چون من نمیام نمیام نمیام. یهو میام اجا بخشی، بگی بام بگی بام کام، چون نمیخوری به ما مشتی. نیستی تو کیفیتم چاقی تو میکنی. هی بیا لب منو، اگه رفتی با کار با این چغالا که جس میزنن نرو، چون من نمیام نمیام نمیام. یهو میام اجا بخشی، بگی بام بگی بام کام، چون نمیخوری به ما مشتی. کورسشو خیلی دوست داشتم. این کاستم دیزاین و لباستون اینا شخص خاصی بوده؟ مسئولش خودت چیز کرد دیزاین کردی؟ همه این چیزایی که میبینی همش با خودم بوده. جدی؟ آره لباس پشم دمت یا خیلی هالیوودیه یا خیلی این سیسو ببین. خیلی لاتیه نه؟ خیلی لاتیه. چیه این لاتای مافیای ژاپن اسمش چی بود؟ یاکوزا میگفتن؟ یاکوزا. آره یاکوزاییه. یه همی همه جا بخشی، بگی بام بگی بام کام، چون نمیخوری به ما مشتی. یه ورسیم پزم امیدم تکس لراد، سری بوم میکنیم ازش استخراج. تو هم دوست داری مثل منشی بشیم به در نگاه کن مثل ابتهاج. نمیدم من بس که باش کل ورست نهره یه بیت پانچ. هی کلاچ هی ترمز بین لاین، بگازو بدون دیگه نمی کنم حیفت رایم. اصلا تو همش در سر میز مایی مثل ویترا. نشستم به در نگاه میکنم دریچه آه میکشه. چین به در نگاه کن مثل ابتهاج. نمیدم من بس که باش کل ورست نهره یه بیت پانچ. هی کلاچ هی ترمز بین لاین، بگازو بدون دیگه نمی کنم حیفت رایم. اصلا تو همش در سر میز مایی مثل ویترا. جواب فنو که نمیدی یه همیره لای هیترا. دوست داری دیده بشیم. من میگه که جواب فنا رو که نمیدی فنه میشه هیترت. یه استوری یه بار ام جی گذاشته بود، میگفت کسایی که با ما فیت میخوان، درخواست فیت نمو کنسل میکنیم، بعد میان دیست میکنن. آره اینم همینه. دقیقا راست گفته. خیلی باحال بود. داره با فنا که نمیدی یه همیره لای هیترا. دوست داری دیده بشی، منم میزنم اون زیرا هشک تو. فکر کردی تمومه؟ نه چاقی، هنو میپرونم تشک تو. عداتون قوی محتوا ضعیف، نمیشید شما مفرا حریف. جویل خوندین و گفتم و فری، حالا برو بشین بکن واسه دختر و تعریف. من گنگم مثل تو نیست، بار سنگین جلو فیس پلیس. تو هم گنگ داری هیده یا چیپس، کف داشبورد بزن پیپر و لیس. هیده چه قبلی که چقدر نوستالژی بود هیده یا چیپس، بعد هم که گنگ مگه هیده یا چیپس طرف دیگه. گنگن دیگه از نظر خودشون. از نظر خودشون پلیس. تو هم گنگ داری هیده یا چیپس، کف داشبورد بزن پیپر و لیس. نیستی تو کیفیتم چاقی تو میکنی. هی بیا لب منو، اگه رفتی با کار با این چاقالا که جس میزنن نرو، چون من نمیام نمیام نمیام. یهو میام اجا بخشی، بگی بام کام، چون نمیخوری به ما مشتی. نیستی تو کیفیتم چاقی تو میکنی. هی بیا لب منو، اگه رفتی با کار با این چاقالا که جس میزنن نرو، چون من نمیام نمیام نمیام. یهو میام اجا بخشی، بگی بام کام، چون نمیخوری به ما مشتی. آقا خیلی خفن بود، خیلی خفن بود اصلا. موزیک ویدیوش اینترنشنال بود، خود موزیکش هم خیلی خفن بود و یکی از بهترین کورسایی بود که ازش شنیدم. خیلی حال کردم. پس من اینا هی در میارم، من چون عادت دارم وقتی ریاکشن میرم اینا در میارم، صدا تو نمیشنم. ولی
میخوای راجع به خود پروژه بگی، چقدر مثلا چقدر طول کشید ببندینش از وقتی که مثلا استارتش رو زدی تا آخرش؟ پروژه که کلا فکر کنم گفتم اصلا داستانش چی بودش که یهو اصلا قفلی زدم که باید این کارو میدادم. اوه یعنی اینا همه بعد از اون قضیه اصلا بعد از اینکه پیج من پرید و اینا، بعد اصلا کلا ناخودآگاه تو ذهنم اومد که یه همچین کاریو بکنی، همچین کاریو بکنم و به قول گفتنی برم تو کارش. بعد آره بعد دیگه تمش هم کلا ژاپنی استایل چیز کردم، خیلی باحال انتخاب کردم. آره. و اینکه پروژه‌های بعدی سال بعد از این چیه؟ قراره که چی ازت بشنویم؟ پروژه بعدی خب اول اینکه من همه ترک‌ها می‌دونی که همش ویدیوه، بعد سعیم میکنم که همینطوری حالا که تا الان بوده پیش برم. بعد موزیک جدید داریم، فاینالش یعنی فاینال کار داره انجام میشه. و اینکه با موزیک ویدیو هم میاد، مطمئنم که پشماتون میریزه دیگه. این آرادی پشمه خیلی ها رو ریختوند، آدمونم ازم میریزه. علی دوست داری کلن سبکای دیگه به جز ریل کار بکنی؟ چون اکثرا آره، ریل دیگه کار هست. دوست دارم کارهایی که میدم بیرون کلن به روز باشه. و اینکه همه سبکای هیپ هاپ رو کلن دوست دارم و ولی کلن قفلی زدم رو ریل دیگه. الان بابم هست حتماً ریل حتما تو سبکای دیگه هیپ هاپی حتما کار داریم. با فکر کنم با کچیبی تو صحبت میکردم، میگفت که خودش زیاد با ریل حال نمیکنه، ولی گفت که الان آدینس مخاطبا خیلی دریل میپسندن، یه واسه همینم هم هر کس که نسل جدیده با اینکه شاید دریل نخونه میاد یه کار دریل میده چون مخاطبا میان دریل بخون. به نظرم الان خیلی ترندیه و خوبه که کارهایی هم که شروع کردی بیشتر کار دریل بوده. ولی گفتی دوست داری مثلا سبک مثل ترپ و شاید دوست دارم و یه سری سبکای دیگه هیپ هاپی هم تو راه هستش. هست آردی خیلی هم عالی. یه سوالی هم که من خیلی دوست دارم جوابش بدونم، میتونی جواب ندی، ولی یه مدت خوب با زیرو تورنمنت کیت کار میکردی دیگه و استارت خیلی از پروژهات، من خودم یادم اولین ویدئویی که اصلا از خودت و زیرو تورنمنت کیت دیدم تو همون ترک، اون ترک چند وستلندن تنها ترکی بود که با هم دادیم، یا بازم کار داده بودیم با هم؟ نه فقط وستلندن فکر کنم، پس همون بود. آره دیدم، ترک خیلی باحالی هم بود، ولی انگار بعدش چیز شد رابطه‌ات، میگم شکراب شد، چیه داستان؟ راستش من نمیخوام زیاد راجع به این موضوع حرف بزنم، ولی خب قرارم نیست دیگه باش کار بدم، یعنی باش دیگه همکاری ندارم و کلن دارم کار خودم رو میکنم دیگه، سعیم میکنم که بیشتر رفتار حرفه‌ای و آرتیستی خودم رو ببرم جلو و اصلا با کسی درگیر نشم. در کل اگرم کسی مشکل داشته باشه بگیره رو ما دیگه میشناسن اون موجه میشی تو چشه. ولی پس احتمالم داره بچه ها توی این ترک چیوکوی تیکهی بوده به زیرو تیرون کید شاید. و یه سوال دیگه هم پرسم قبل اینکه برنامه رو ببندیم، نظرت راجع به دخترای رپ فارس الان چیه؟ کسی هست که خودت قبول داشته باشی؟ من راستشو بخوای گوش نمی کنم اصلا دختر رپ فارسی زیاد نمیشناسم، یعنی چرا دروغ بگم، ولی خب تنها کسی که میشناسم و خیلی دوستش دارم فقط سوگنده که اونم خیلی فقط خیلی مدت دیگه سبکش عوض کرد. عوض کرده، ولی خب من کلا از بچگی دوستش داشتم. من کلا ولی سیسش خیلی سیسیه که مثلا به پسرونه طوریه به من میخوره، مثلا هر کی منو میبینه میگه تو فقط یه سیبیل کم داری. ولی گنگیت که بالاست واقعا. و اگه مثلا خواستی یه روزی البته این سوال رو دیگه بپرسم، میخواستم بپرسم مثلا دوست با بچه مثلا دختر کسی هست که بخوای فیت بدی که گفتی زیاد دنبالشون نمی کنی؟ یکی هم قبلا که پیج اولم بود هنوز نزده بودن، یکی منو فالو کرده بود فکر میکنم جودیت. آه جودیت خوبه، سبکشون با حاله.
آره جودیت من خیلی دوست دارم، ولی واقعا الان چیزیه که تو رپ فارس ما خالیه، یعنی یه دختری که هم پرکار باشه هم کار خفن بده در سبک در سطح اینترنشنال باشه واقعا کمه. واقعا یکی از پتانسیلایی که هستم خودتی و امیدوارم که قوی ادامه بدیم. عزیز داری، مرسی، لطف داری، شکریم. خیلی ممنون که اومدی بچه‌ها، حتما برید و کانال یوتیوبش رو دعوت کردید، شکریم. حتما برید کانال یوتیوبش رو سابسکرایب بکنید چون تنها پلتفرمیه فکر کنم که الان فعالیت داره. اگه یوتیوب تو ازت نگیره دفعه دی فردا ریپورت شد. نه دیگه واقعا دیگه سکته میگم. خیلی ممنون که نگاه کردین، لایک و سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیوهای بعدی. فعلا.